به نام سوره های پاک قرآن به ذکر تک تک آیات رحمان. بیننده های عزیز سلام، امیدوار هستم که حالتان خوب باشد، دلهایتان به دور از غم و لبانتان پر از شادی و لبخند، و انشالله که یک شب خوب و عالی را در کنار خانواده هایتان آغاز کرده باشین. باز هم ما فریبا فرهادی در یک ساعت برنامه و جمع از همکارانم در حضور شما قرار داریم تا بهترین موضوعات، داشته ها و مطالب جالب و دیدنی را در یک ساعت تقدیم شما بکنیم. امیدوار هستم تا پایان برنامه بیننده برنامه شامی یک باشین. و میگن که زندگی مانند دوچرخه سواری هست، اگر میخوای تا دلت حفظ داشته باشی پس باید به رفتن ادامه بدی. دقیقاً که همین گونه است. زمانی که ما در زندگی خود میخواییم به موفقیت برسیم، با فراز و فرودهای مواجه میشیم، به نقطه میرسیم که فکر میکنیم به آخر خط رسیدیم، دیگر امید بر ما باقی نمیمانه. ولی باید ما از خود شجاعت نشان بدیم، هیچگاه باید تسلیم مشکلات روزگار، دغدغه های روزگار نشویم. انشاءالله که اگر ما تواناییش داشته باشیم و استادگی بکنیم در مقابل مشکلات، به موقعیت میرسیم که حتی تصورش هم نمیتونیم. خب دوستای عزیز، میریم روی فهرست موضوعات امشب برنامه ما. در بخش اول برنامه که بخش پنجره هست، تصاویری که هموطنان ما در یک هفته از گوشه و کنار افغانستان فرستادن با هم میبینیم. در بخش دوم برنامه که بخش هنر هست، یک دختر خانم موفق، جوان و شاعر با خود داریم. و همچنان در بخش سوم برنامه امین مهمان داره. یک مهمانش کی است و روی کدام موضوع میخواد صحبت بکنه، حتما بیننده او بخش هم باشین. در پایان برنامه یک سفر می داشته باشیم به یکی از دیدنی ترین کشورهای جهان. خب حالا میریم با هم تصاویری را که هموطنان ما فرستادن با هم میبینیم. بله دوستا، تصاویر با هم دیدیم، واقعا خیلی تصاویر زیبا بود از ولسوالی سروبی، ولایت کابل. و تشکر میکنیم از هموطن ما که این تصاویر زیبا را فرستادن. خب شماهایی هم که در هر موقعیت دیدنی افغانستان میرین، تصاویری را میگیرین توسط کمره های موبایلتان، حتما میتونین که به شماره واتساپ برنامه بفرستین. ما یک شب در بخش پنجره این تصاویر را حتما نشر میکنیم. در بخش دوم برنامه مهمان داریم، حالا هم وقفه میگیریم، در ادامه با ما باشید.